اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، تبریک عرض میکنم این ایام رو و خوشحالم از اینکه در این شهر مقدس در خدمت شما هست. خب بنا دارم امروز رو کمی راجع به دو بخش داره عرایزم، یه بخش راجع به انقلاب و یکی از مسائل مهمی که کمتر بهش پرداخته میشه صحبت بکنم و بعد هم یه کمی راجع به مسائل روز دنیا. چند روز پیش جایی یه ویدئویی داشتم ضبط میکردم، اونجا عرض کردم، گفتم ای کاش میتونستم به تک تک مخاطبان قسم بدم که بگم این جمله‌ام رو با دقت گوش کنید، من نکته مهمی میخوام بگم. بعضی موقعی کسی که عمری داره صحبت میکنه وقتی خودش بپرسی مثلا کدوم حرفت مهمتره، وقتی تأکید میکنه یعنی خب خیلی مهمتره. اون همین که انقلاب اسلامی اساساً شکل گیریش به عقیده بنده و بابتش قرائنی دارم با تمام مشکلاتی که داره ها. بعید میدونم کسی تو این جمع به اندازه من به خبر از مشکلات جمهوری اسلامی داشته باشه. خب یعنی با این وجود فکر آقا نه این الان اومده مثلا یه چیزی میگه واسه خود، نه نه والله والله این نیست. من آدم بوده اومده دفترم راجع به مسئله ای، آدم امنیتی اومده دفترم مثلا راجع به مسئله ای سوال پرسه، موقع رفتن گفتم خب مشکل تو علی اینه، گفتم خب بس اینا چی، موقع بیرون رفتن گفت مثلا تو چرا سفید نمی‌کنی اینا رو میدونی، ببین اینطور خدا شاهد با تمام مشکلاتی که داره یک اتفاق فطری است. من سراغ ندارم اتفاقی رو در عصر معاصر به اندازه انقلاب اسلامی و آنچه که بعد از خودش آورد فطری باشه. جاهایی هم که خطا کردیم دقیقا از همونجا خارج شدیم، غلط خودمون بوده، اشتباه خودمون بوده، هیچ ربطی به اون اصل نداره. دلیلم چیه؟ حالا عرض میکنم. و دوم این که سراغ ندارم پدیده ای رو مثل انقلاب اسلامی که خدا بخواد در عصر حاضر با اون محاجه بکنه با دشمنانش با کفار. میشه نشست 10 جلسه از اقداماتی که اینا سر ما آوردن و از همونجا خدا تو دهنشون زد، غیر طبیعی نمیشه اینا اتفاقی باشه. یعنی بالاخره احتمالات اندازه داره، یه حدی که میگذره میگه دیگه این احتمال نیست، یه هدفی پشتشه، یک طراح داری، نمیشه اتفاقی باشه، این نمیشه تصادفی باشه. مثال آقا مثلا ما آخر جنگ هیچی دیگه نداشتیم، موقع موشکی نبودیم که، تمام هواپیما در به داغون از بین رفته بود، قطعات F4 انداختیم رو F14، برعکس از این کارهای عجیب غریب کرد، خورونده بودیم. ما ایرانی ها ویژگیمون اینه دیگه، اصلا همه چی به همه چی میخورونیم، ماشینا رو با هم جفت میندازیم، هیچ جا از ماشین تا حالا جفتگیری نکردن ماشین بگیرن. ما وانت با همه ماشینا رو جفت انداختیم، فقط با مینی بوس ننداختیم. خب این ویژگی ما ایرانی هست. تو جنگ هم از این کارا کردیم، ابداعات جنگ، اما آخر جنگ هیچی نداشتیم، هیچی. نامه که آقایون نوشتن به امام برای پایان جنگ بخونید مثلا گریهتون میگیره. بعد جنگ ما که تموم شد صدام امریکت به کویت، اون جوانترهای جلسه یادشون نمیاد، ما هم سن و سال نداشتیم، خب یادمونه. صدام حمله کرد به کویت، آمریکا حمله کرد به صدام، منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، جنگ اول خلیج فارس. یه سال بعد جنگ خودمونه، پایان جنگ خودمون. یعنی اون موقع هر کشوری به ایران حمله می‌کرد خیلی میتونست به ما فشار بیاره و اذیت کنه. خیلی میتونست. آقا به یک شب چی تو مخ این صدام گذشت؟ الله اعلم. شما اون تجهیزات کامل داشت.
به یک شب بین 100 تا 130 فروند هواپیمای پیشرفته مدل شرقی، ما سلاحامون غربی بود، 100 تام شرقی بود بیشتر چون غربی هم بهش سلاح میدادن، بین 100 تا 130 فروند هواپیمای مدرن شرقی رو تو یک شب آورد تو ایران نشوند. با این به این فکر که من اینو هر جای دیگه ببرم آمریکا میزنه اینا رو، با ایران وارد جنگ نمیشه چون ایران ممکنه تنگ هرمز رو ببند و از این کارا بکنه، و 8 سال ایران هم رزمندگی و سلحشوریشون رو نشون داده بودن. آقا به یک شب ما صاحب 130 فروند هواپیما شدیم، توسط کی؟ کسی که تا چند ماه قبلش داشتیم باش میجنگیدیم. به عقل جن میرسیدیم. نیروی هوایی سپاه با همونا شکل گرفت. این که نیروی هوایی سپاه هواپیما سوخوداش برای همین بود. این اصلا ما که هواپیما روسی نداشتیم، که ما F4 و F14 و مدلای غربی رو میخریدیم. ارتش شاه غربی بود. هر بلایی سرمون میارن سرشون میاد. متوجه شدید این سنت الهی دارید میبینید؟ اختشاش درست میکنن مملکتشون. اسرائیل ببین چه روزی افتاده. فرانسه ببین چه روزی افتاده. حال آمریکا دیدنی تره، وایستید اینا رو جمع کرده خدا یه جا باش صاف میکنه. من عرض کردم، بارها عرض کردم، بر بنده یقین نیست که آمریکا به شیوه هالیوودی نابود خواهد شد. عادی هم نه، به چشم خواهید دید انشالله. خب چون اینا نون در خون مردم زدن. اوضاع اردوغان رو نمیبینید؟ هر کدومشون هر جا ولو یه نخود تو ایناش انداختن خدا سراغشون رفت. هر جا ما مخلصانه تر عمل کردیم، برای خدا عاشقانه تر عمل کردیم، پاسخ محکم. ببین صدام مثل سگ از تو سوراخ بیرون کشیدن، میترسم سگ اون دنیا خیر منو بگیره، مثل سگ بیرون کشیدن، دهنشو باز میکردن، دندوناشو نگاه میکرد، حیوانو میخوان، فیلماش هست دیگه، سوراخ کشیدن مثل سگ دهنشو باز کردن، دندوناشو نگاه میکرد ببینن صدام یا نه. خب اونا هم کشته میدن، ما هم شهید میدیم، فرقشون رو ببینید. این حاج قاسم ماست، هم کشته های اونا. بابا جفتمون خاورمیانه ایم دیگه، آمریکا با جفتمون درگیره دیگه. این تفاوت ناشی از چیه پس؟ ترامپ با خودش گفت من دو تا تروریست خاورمیانه رو میخوام بکشم برای اینکه رأی بیارم، یک ابوبکر بغدادی، دو حاج قاسم سلیمانی. الان به من بفرمایید ابوبکر بغدادی قصهش چیه؟ اثرات همین دنیاویش، تأثیرش، رسانهش، اتفاق حاج قاسم سلیمانی چی؟ آدم باید کور باشه اینا رو نبینه. کاری که دشمن امروز داره انجام میده تو کشور ما اینه که این ایجابیات، این چیزی که اصلا بدیهی، اینا چرا چشمونه؟ معجزه هر روز داره اتفاق میفته. معجزه کو؟ از اینها من گفتم واقعا میشه چند جلسه نشست چند ساعت حرف زد. خب این اتفاقیه، هر بلایی سرمون میاد سرشون. جاهایی که ما از فطرت خارج شدیم خرابکاری کردیم، بلا سر خودمون اومد. ما خرابکاری کردیم، اگر اونم درست پیش میرفتیم خدا بازم کمک میکرد. من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا با اونه. نمونه براتون بگم، همین قصه اخیر این زلزله که در ترکیه رخ داد، بدونید ابعادی داره که فعلا نمیشه راجبش حرف زد، چون سریع الان فاز حقوق بشری و وای اینا مثلا نه واقعا واقعا ناراحتی می صحنه ها این چیزا رو مینو خود شد. بچه کوچیک، زن و بچه تو اون سرما، اما برگ بی اذن خدا از درخت نمیافت. خیلی حرف ها هست پشت تریبون نمیشه زد، اونم علل خصوص من که اصلا یه دی مترصدن اینجوری دو تا چش دارن 164 تا دیگه قرض میکنن، یه چیزی این برمور بگه سختر میکنه کارم. خیلی از این مطالب هست.
آقا طرف 7000 میلیارد دلار تو خاورمیانه خرج کرده. شما برید بدهی‌های آمریکا رو، نمودارش اینترنت هست، بدهی داخلی خارجی آمریکا برید ببینید، نمودارش به یک بار از 2000 به بعد جهش کرده، مثلا 10 برابر شده. یه عددهای عجیب غریب، نه 10% افزایش، 1000%، 10 برابر شده. عامل اصلی چیه؟ حضورش در خاورمیانه، خرجایی که اینجا کرد و جوابی که نگرفت. خب یک کلام به من بفرمایید آقا حضور آمریکا در خاورمیانه فقط و فقط و فقط و فقط یک معارض داشت، همینو باهاشن، بچه‌هاشن، فقط و فقط ایران جلوش ایستاد. ببینید چه بلایی سرش اومده. یعنی اگر مردم دنیا دلار رو فقط بذارن کنار که شروع شده، هر روز داره اخبار میشنوید، روسیه با هند گذاشت کنار، با مالزی، با چین، با فلان، همینطور دارن دلار رو حذف میکنن. بعد نتیجهش چی میشه؟ اون دلار پشتوانه نداره، میگه پولی که بدون پشتوانه چاپ میشه تو دنیا دلار. اینو بذارن کنار، تو خود آمریکا 320 میلیون جمعیت داره، 320 میلیون اسلحه، نه همدیگر خواهند خورد. ببین که گفت همین الان دارن فما کمپ ها رو گسترش میدن. این فما FEMA مخفف یه نوع جمله یه، مثلا FH یه چیزی، EH یه چیزی، کمپ هم که یعنی مشخص کمپ. اینا چی بود زمان حمله، احتمال حمله اتمی شوروی؟ میگفتن یه جایی ما درست کردم مثلا زیر زمین، مثل پناهگاه طور که برم مثلا اونجا. بعد شوروی فرو پاشید، اصلا قصه اخیر روسیه و اینام نبود، از 10 سال پیش شروع کردن دوباره اینا رو درست کردن. مثلا تابوتای 7 نفره دارن، تابوتای 10 نفره دارن، تابوتای 5 نفره دارن. جنازه رو بریز توش، پلاستیکی درش جوش میخوره که فقط بوی فساد بیرون نیاد. اینا برای چه روزی خود دارن خودشون آماده میکنن؟ خوب میدونن. شروعش ایران. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود، وقتی داشت تحویل میداد وزارت خارجه رو، همینجاست سوال داشتن میپرسیدن. همینه که میگم قابلیت دستیابی داره، شما میتونید یه جستجوی ساده ببینید. گفت آقا مشکل اصلی ترین مشکلتون، گفت ایران. اینو نمیتونیم کارش کن. کار به یه جای رسیده، میگه چی میگن؟ آیت الله کرسز. میگن نفرین آیخوندا ما رو گرفته. کرس یعنی نفرین، آیت الله آپستروفس کرسز، نفرین های آخوندا ما رو گرفته. حالا من خیلی تحقیق کردم این چی میگن، فکر کنم اینا مثلا آیت الله، آیت الکرسی رو اینجوری فهمیدن مثلا. اما نگاه کردم اینا اصلا مقاله نوشتن، مطلب هست نوشته که آقا هر کی با اینا در میفته بر میفته. بعد شروع کردن بررسی که آقا عثمانی ها میدونی چه بر افتادن اینجا، مثلا در حق چند تا آیت الله مثلا اینجا ظلم کردن، نمیدونم کجا چی همینجوری. آقا الان همین تیکر کات میکنه، والا به خود کلی آخوند دارن تو جلسه اینجا روحانی نشستن، اعتراضی ندارن به عرض بنده، خواهش شوخیه، دیوونه شدیم دیگه، بعد تونتون همچه توضیح بدیم. خب کارشون به اینجا رسته. یه عبدیا یوسف داشتن در اسرائیل، رهبر این صهیونیست‌ها، یک صهیونیست یه شب تا صبح از صهیونیست‌ها خواستش که بیاد با هم دیگه تلسم داوود و سلیمان و نمیدونم چی و اینا رو سرخط کنیم. من عمن یوجی بخونم، عمن یوجی عبری، خب شما هم آمین بگید و تا یه بلای سر ایران بیاد. هیچ، ایران داره کار خودشو پیش میبره با سختی‌هایی که داره. وقتی معصوم فرمود که یک قومی از مشرق قیام میکنن کزوبر الحدید، مثل پاره‌های آهنن، و کشته هاشون شهیدن، نه اینجوری فکر نکنید، روایات ماست، پیش بینی شده بود. وقتی از امام صادق پرسن آقا کی کار این صهیونیست‌ها رو یه سره میکنه، حضرت فرمود والله والله والله، 3 بار امام صادق لازم است من. هم اهل قوم، اون اتفاقی از اینجا شروع میشه، فکر نکن اونا اینو خبر ندارن. وقتی در روایات داریم نار من المشرق، آتشی از شرق که یکی از وجوهش، میدونید پژوهشگرا راجع به این صحبت کردن، یکیشو میگن جنگی است که
ایران آغاز میکنه. یعنی آغاز که یعنی در جنگ قرار میگیره و میگه حقی است که دو مرتبه، مثلا مثال ما یعنی تو این اومد این یعنی مثلا اومد مصداق سازی کرد، حقی است که دو مرتبه مال خودشونو بهشون نمیدن، یه چیزی مثل برجام دو مرتبه نمیدن بهشون نمیدن، دفعه سوم یه اتفاق نظامی میفته، اینا دست بالا رو به دست میارن، اونا منت میکشن، بیا آقا اونی که دوبار میخواست بد ندیم بیا الان بد میدیم، دیگه ایرانی ها قبول نمیکنه، چون دیگه اینجا زمین بازی دست ایرانی هست. من از یک جهت بررسی میکنم، آه چهار تا روایت خون؟ نه خیر، چهار تا روایت مؤید و مقوه میگه که اتفاق کف میدانی بود که با چشم بشته میدیدیم. هر جا قصه ای درست کردن همونجا شد نقطه قوت ایران. گفتم بریم سوریه رو بریزیم به هم تو عراق و شام، ببین احمقا به دست خودشون صدام بر ما زدن کنار، خب با عراق اینجوری شد. بعدی سوریه رو داعش درست کردن، خب رفتیم. اینا میگن هر جا ما میخوایم بریم اونجا یه کاری بکنیم که ایرانی‌ها اونجا بنوزیم بیرون تحت فشار قرار بدیم، دقیقاً میشه نقطه قوتش. این مدل خداست، اینا سنت‌های الهی نمیفهمن. سنت الهی اینه که شیطان و کفار از هر جا علیه سیستم خدا نقشه بکشن، خدا عمدن از همونجا و همون مدلی که خودشون دوست داره میزندشون تا بفهمن کتنه کیه، تا بفهمن کتنه کی. آقا همه یه بچه ها رو کش جز موسا فرعون. خب موسا رو کی بزرگش کرده؟ خرجش رو کی داده؟ کجا بزرگ شده؟ صاف یه کاری که از لجش ها عمدن، صاف تو خونه خودش بزرگش کرد. هی هر از جنگایی هم حدس می زدم گفت نکنه اینه. یه بار بارام داده بود بالای اون پلا می شست و ملت می مدن داشت بازی میکرد، 5-6 سال شده بود ازت موسو، اومد یکم به این نگاه کرد به تختش و یه لغت زد این پای جلوی صندلی شکست، با کله 20 پله رو اومد پایین جلو ملت. هی ما نکنه اینه. آیه قرآن میگه ما محبت تو رو تو دلش انداختیم عمدی. گفتم این کشتی تایتانیک روش نوشته بود که حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند، یعنی تیکه خشکی تو حرکت میکنه، جزیره ای. و باش او دوتا بهانه بودن، وسیله بودن اون دو نفر. بله ده هفتادی های جمع دو نفر بهانه بودن، وسیله خدا بودن. دست خدا کدوم آسته میزنه بیرون. و باش اصلا تو باید با غرق شدن موتورت بیاد پایین. همش همین جوری بوده. خدا جمهوری اسلامی جعلم کرده میگه بیاد با این در بیفتید، هر مدلی میزنه همونجوری میخورن. ببین ته برنامه ریزی این بود که آقا بتونیم یه 10,000 نفر بیام کف خیابون، برن تجمعات 1,000,000 دارن. نتانیاهو نمیدونه چه خاکی تو سرش بکنه. اصلا میگه که ماجرای فلسطین عمدن اومد 10 نفر کشت، 10 نفر کش، جو امنیتی بشه، فلسطینی‌ها پاسخ نشون بدن، ماجرا امنیتی بشه، اینا برن تو خونه‌هاشون دیگه نیان. اما صهیونیست‌ها خودشون اومدن کف خیابون علی نتانیاهو دارن تظاهرات می‌کنن. چی شد؟ فلسطینی‌ها 10 تا از اینا کشتن. این یک، دو، اونا هم تو خیابون تو خونه نرفتن، موندن. می‌بینید؟ نرس کردم مفصل میشه مثال زد. آخرین نمونهش همین قصه ترکیه است. گفتم این کاش میشد آدم راحت بشه حرف بزن، نه که حالا مثلا به خاطر 4 تا تختی، نه دشمنم سوء استفاده میکنه از اینها، نمیشه هر چیزی رو گفت. سخته ببین شما یه جوری حرف بزنی همه آدم تو هر سطح سوادی بفهمن، متوجه بشن، سنس پیدا کنن، حس پیدا کنن، آدم دغدغه من دغدغه پیدا کنه، اونی که باید هشدار داد هشدار بگیره، دشمن دل سرد بشه، خودی امید پیدا کنه. سخته به خدا اینا رو همه رو با هم تو امان، کار سختیه. خدا دامنتونو میگیره اون طرفا، کار سختی. بعد ها میگم جمهوری اسلامی از این جهت ببینید بررسیش کنید. پس هر جا خرابکاری بوده به ما کسبت عید ناس، کار خودمون بوده.
شما اونجا که وقت گذاشتید، تحریمی ترین صنعت ما صنعت نظامی بود دیگه، تحریمی تر که نداشتیم که. غیر تحریمی ترین صنایع ما خودرو. شما هر ماشین بخواد میتونه وارد کنی، هر قطعه نظامی زنه وارد کنی. عمرن سیم خاردار رو میدادن بهت، سیم خاردار یه سیم دور چهار تا تیغ داره. بعد کار به جرسی که ابرقدرت نظامی دوم دنیا امروز محتاج به پهپادها و موشکای نقطه زن شماست، ابرقدرت اول نظامی داره گریزاری میکنه، جیغ و داد را انداخته، یقه پاره میکنه، جیغ بنفش میکشه که آقا ایران به این آره داره اسلحه میده. جز اینه؟ بعد میبینید اونجا که این تفکر بوده، این نوع نگاه بوده، نگاه انقلابی بوده، این نتیجهش تحریمی ترین. بعد با ارزان ترین، ما اصلا بودجه دفاعی جز کمترین هاست تو منطقه، منطقه پرآشوبه، جز کمترین هاست، اکثرش هم حقوق مزایا است. بخش قابل توجه بودجه نظامی ما خرید تسلیحات نیست اصلا، حقوق دستمزد اون ارتشی است، پاسدار است، نیروی انتظامی، وزارت دفاعی، ستاد کلی است، اینا رو بعد اون حقوقش میگیم مثلا 10 میلیون حقوق میگیره، چیکار میکنه؟ میاد میره بقالی خرید میکنه، پول دوباره میاد میرسه به مردم، می چقدر حقوق میگیره؟ میتونه سکه بذاره کنار، میتونه دلار بخره بذاره کنار، اینا نیست. اینکه مثلا پهباد شاهد ما رو اینقدر بحث میکنه راجبش، چرا اینقدر ویژه است؟ میگه خب پول نداشتیم برام ارزون ساخته میشه، با 20000 دلار جمعش میکنه. موشکی که میخواد اینو بزنه 1 میلیون دلار، 50 تا از اینا رو به موشک تازه یه، یعنی میصرفه شما فقط، فقط یعنی از نظر اقتصاد جنگ میصرفه شما فقط پرواز شده الکی بلند بکنی، چون با موشکش فقط بزنه، چون بدبخشه عقب بیفته از نظر مالی. متوجه شدید؟ این 20000 دلار، اون 1 میلیون دلار. اینا دقت میکنید؟ بعد چی تازه نمیتونم بزنه؟ فیلم اومده بود اخیراً بیرون، پرواز شاهده موشکی که کنارش رد میشن فیلمشو گرفته، بعد به مسیر خودش ادامه میدهد. آقا مثلا اون صدایی که میاد بلند میشه تو دور شهر میچرخه، قارقارک یه صدایی رو میندازه، همه اینا میرن تو ویبره، میرن توی پناهگاه فلان. یا آقا این مثلا چرا اینجوری میگه؟ خب من که ارزون خواستیم درش بیاریم، موتور انداختیم روش. حالا قارقار میکنه، حالا خودش شده مزیت. الان چندین مرتبه الان فیلماش هست، مثلا زنه همزن رو روشن کرده تو خونه مرده در میره تو آشپزخونه، فیلماش هست. یارو ماشین چمنزنی روشن کرده بوده، کل شهر رفتن تو پناه رو، فکر کردن شاهد اومد. خب ما که به روسو ندادیم اینا رو، نه خب چی میخندی؟ نه اصلا. بعد نگاه کن چرا سه نقطه زنه، چرا نقطه زنه؟ چون سلاح آخونده است. برای چی؟ به خاطر اینکه شرعن گناه داره شما غیر نظامی و این چیزا رو. آقای حاجی زاده میگه من رفتم خدمت رهبری، گفتم برنامه منه بعد از حاج حسن، خدا بیامرز شهید تهران مقدم، یا یک ساعت توضیح دادم من از شما دقت و نقطه زنی میخوام. باشه برو دوباره از اول بنویسم. لب و لوچه آویزون اومدیم. برای چی؟ و بیگناه نباید کشتش، شرع ما اینو میگه. ببین اونجا که با خدایی، خدا میاد باهات 10 برابر 100 برابر. همین اتفاق تو فلسطین هم افتاده، الان 100 تا بمب اتم داره، به چه کارش میاد؟ با بمب اتم خود اون یاری که تو لای خودشونه رو بزنه، هفته‌ای نیست روزی نیست عملیات اونجا انجام نشه، صداشو در نمیارن. من نمیشناسم سیستمی، حتی چینیا بیشتر، سیستمی رو کنترل کننده تر در رسانه از اسرائیل. آب دیگه تخصص من حوزه صهیونیسم این هاست. تمام اخبار باید به تاییدیه یک ادارهی که زیر نظر ارتش سازمان آمان برسه، بعد بیاد بیرون. تمام اخبار ببینید از هر چند تا یه دونش رسانه ای میشه. یا آمار به شما فقط بدم، تعجب بفرمایید، بیش از 500000 تعداد ها اسلحه امروز بین فلسطینی هاست. فکرش هم میکردید؟ 500000
برآورد خود صهیونیست میگه بین 400 تا 500 هزار اسلحه. وقتی اراده الهی بر این قرار بگیره چیکار کنن؟ برآورداشون رو نگاه میکنه، آقا ابرقدرت آینده دنیا کیه؟ جالبه، مثلا یکی از گزارش اونی که با ایرانه، خیلی عجیبه. بالاخره باید مشخص بشه دل در گروه خدا داری یا کت خدا. واقعا همینه، در عمل ببینید اینا حجت تمام میشه بر ما. 7,000 میلیارد دلار توی 7,000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار خرج کردن. خب کی الان علل ارض رو زمین هیچ کس به اندازه محور مقاومت نه نیروی نظامی داره نه پهن تو خاورمیانه؟ دقت بفرمایید، ما نیرو رو پهن کردیم تو خاورمیانه و حالا داریم عمق میدیم. سوریه رو که میخواستیم بگیریم بازم اخلاق مداری ایرانی اومد وسط. ما بارها با سوریه ها با روس ها درگیر بودیم. سر چی؟ بیگناه نباید کشته شه. منطقه رو اینا میدیم، مثلا یه کله جا دست این تکفیری ها بود، بعد مبادله صورت میگرفت. آقا باشه نمی کشیمتون، اونجا بمباران نمی کنیم. اتوبوس می اومد از این نظر سازمان ملل اینا رو سوار میکرد، چیکار میکرد؟ میبرد. هی اینا جمع شدن از کل سوریه جمع شدن، پاکسازی شدن، رفتن توی استانی که با ترکیه هم مرزه، ادلب. درسته؟ انقدر تراکم تو اونجا رفت بالا که ایران خودش دیگه دوست نداشت اونجا عملیات نظامی اصلا انجام بده. گفت جو زن و بچه هست تو، خود تو اخلاق مداری کن. بده. از بالا استان اسکندرون یا هاتای ترکیه، اونم مال سوریه بوده یه زمانی، از اون موارد مورد اختلاف دوتا کشوره، اینا میگن اسکندرون یا هاتای. ترکیه هم که کلا مرزو برداشته بود دیگه، یعنی ادلب عملا شده بود بخشی از ادلب، اون استان شمالی سوریه بود، هاتای اون جنوب ترکیه، عملا شده مرز چی؟ اینا ترکیه. یا می اومدن می رفتن، میت ترکیه، دستگاه امنیتی ترکیه می اومد اونجا اتاق عملیات نظامی تشکیل میداد، هر کار دلش میخواست میکرد. همه جمع شدن اونجا. نیاز به ادامه توضیح داره؟ بله، نمیتونم توضیح بدم، کلیپش میاد بیرون. بله خیلی بده، ما واقعا ابراز همدردی میکنیم با زن و بچه اونجا کشته شده زیر آوارن. اینا کسایی هن که تا دیروز تو زلزله خوی چند نفر کشته داد؟ 3 نفر. میگفتن ترکیه اومده پشت مرز میخواد یه شهرک کانکسی بزنه برای زلزله های خوی، جمهوری اسلامی اجازه نمیده. ما الان اجازه میدیم بره بر خودش بزنه، بر بزنه، ما حرفی نداریم. کجا این حرف هست؟ بدترین مدیریت بحرانی که من کارگروه دارم تو حوزه زلزله، بدترین مدیر بحرانی که من تا الان دیدم توی زلزله بخواد اتفاق بیفته هم ترکیه دارم میبینم. فاجعه است. تو همون 6 ساعت اول باید کاری سره کنی و اینه همینجور کشتا میرم. فرق میکنه اون جامعه ای که پا روزه ابا عبدالله بزرگ شدن، موکب زدن بلدن. تو رو قرآن همین موکبایی که رفتیم تو عراق یاد گرفتیم، دیدی چجوری تو زلزله کرمانشاه، تو سیل لرستان، توی سیل خوزستان چجوری مردم میریختن غذای گرم. یه روز گذشته بود اونجا چادرها برپا بود، یه روز. دیدی امام حسین منور برامون برگزار کرد؟ دیدی یادمون داد؟ گفت بیا سر کلاس تمرین ما. نمونه این مردم جای پیدا نمیشه. قارت ها رو نمیبینید افتادن به جون فروشگاه هاشون؟ به یه بقالی تو خوی دست نزدن. میگن اونا ترکن، اینا هم ترکن. نه خیر،
فرق است بین اون کسی که پا منبر اهل بیت بزرگ شده، میخواد ترک باشه، فارس باشه، کرد باشه، لور باشه، هر چی بخواد باشه، باشه اهمیتی داره، اصلا که مهم نیست، و اون کسی که پا منبر غیر اهل بیت بزرگ شده. ما پا روزه میشنویم، میگه تا میشنیم یا دستت تو آب رها کرد، من اول آب باید اونور برسونم. اینا ارزشه تو اینجا. اینه امشب هم خواهم راجبه همینا حرف بزنم. یه وقت این دعواها، این جیغ و دادا، این شلم شوربا، این زلم زینبور، این قصه های رسانه‌ای باعث نشه شما یک امر بدیهی، بیان فطری و معجزه آشکار رو نبینید، در کنار تمام مشکلاتی که عرض کردم. آخرین بار که همجا صحبت کردم در مورد بنزین مگه نبود؟ بابا من خودم جز منتقدینم، من جزم که یه بار میرم تلویزیون 3 سال دیگه باز رام نمیدن. حالا آخرین بار که رفتیم میگه رفتیم تموم شد، حالا میگم بیا شبکه چیز امید پویا بیا اونجا. چشم لازم باشه شبکه پویا هم میریم والا. الان پیغام فرستادن که بیا شبکه امید اینا اونجا در خدمت. چشم لازم باشه اونجا هم میریم، اونم بریم باز دوباره. آره من میدونم چی میشه. خب پس من منتقدم خودم، اما این دلیل نمیشه که بله. و تفاوت قائلم بین اون کسی که میتونه از هیچ قدرت موشکی بسازه و اون کسی که پوشک بچه رو نمیتونه تامین میکنه. اونو مدیریت، مدیریت انقلابی، مدیریتی که مخلصانه است، مدیریت مجاهدانه، جهاد، خدا وسطه، خون وسطه، در ملغمه گرد و غبار و عرق و خون ساختتش. و اینکه ماشینای آنچنانی راننده رئیس دفتر و دستک بالا شهری و فلان آفتاب لگن هفت از شامونار هیچ نتیجه، هیچ. چطور میشه یه نفر مثلا تو تکنولوژی به یه مرحله برسه که موشک درست کنه سرعت چند ماخ؟ هر یه ماخ 340 متر بر ثانیه است، 7 ماخ، 8 ماخ، همینجوری بیشتر هم است. موشک بسازه بعد قصه خودروهای داخلی ما باشه. این طرف اینجا رانت هست، اینجا نماینده مجلسایی هستن که نامه می‌نویسن این 10 نفر لطفاً استخدام شون، مگه نه وزیر سمت مجلسه؟ چی میشه یه وزیر میره مجلس دوباره برمیگرده 10 نفر استخدام کنی حله؟ یارو خودروساز ما میاد میگه به خدا من هر خودرویی که دارم تولید میکنم 30 میلیون 40 میلیون دارم ضررم میکنم. آقا بیخیال جون مادر تولید نکن، ما که حرفی نداریم که. تو هم راضی ما هم راضی، بچه‌ری اینجوری میکنی؟ برای چی اینجوری هزینه‌اش بالاست؟ کارمندی زیاد داره. چی شده؟ هر آقای رسیده 10 تا چپوندون تو. همش هم یه طرفه قصه رو برات تعریف میکنن، دیدی؟ بریم سر همین قصه که ماشینا ارزشو در بورس دست یکی از دلالای، یه سری دلالایی که میرفتن سری ثبت نام میکردن و باز میشد سایت براشون، من و شما میرفتیم بسته بود. و آقا 30 میلیون گواهینامه ندارن، نه 30 میلیون خودشون ماشین دارن، همین حساب میکردیم کلا کسی که میتونن ثبت نام کنن تو خودرو 10 12 میلیونن، شانسشون 1 به 500، بعضی ماشینا 1 به 2000. بعد اصلا چرا باید یه همچین چیزی باشه که مثلا یه 10 میلیون شانس بردن یه پول بیشتر از این بیت المال رو داشته باشن؟ چرا؟ چرا؟ چرا اصلا چرا؟ چه به همه نباید برسه؟ بعد گفتم آقا ماشین بیا بذاریم تو بورس مردم قیمتشو تعیین کنن. شاهین رو وارد کردن، مثلا 340 میلیون گذاشتن توی بورس، یه قرومش اضافه نشد. همون قیمت کارخونه. بعد ملت میرفتن اینو ثبت نام می‌کردن. آقا دادا یهویی در اومد. دادا یهی در اومد، آی اینا میخوان ال کنن، اینا میخوان بل کنن. نه سالها چاخ شدن از این طریق. من گفتم راجع اینا حرف دارم، وقتش نیست، نگید اومد یه طرف حرف زد. اما امشب شبیه که ما راجع به این بخش ماجرا، این بعد ماجرا صحبت.
جمهوری اسلامی، انقلاب جمهوری اسلامی ظرف این انقلاب اسلامی است. و این انقلاب اسلامی تو نیجریه است، تو سوریه است، تو لبنان، تو پاکستان، تو هند، تو افغانستانه. اصلا مال من و تو ایرانی نیست. ادعامون بشه فکر کنیم صاحبشیم. نه خیر. کلی افغانستانی پاکار داره. خون دادن بابتش. عراقی داده بابتش خون دادن. و غیره. این انقلاب، اما جمهوری اسلامی سنگرش بوده، جمهوری اسلامی گلدانش بوده. مهم است؟ بله. این انقلاب فطری بوده، هر جا فطری پیش رفتیم نتیجه گرفتیم، هر جا غیر اون عمل کم ضربه خوردیم. اینجا میخوام حرف مهمم بزنم. اساساً بنده معتقدم و یقین دارم اون دنیا بابتش جواب میدم، هر جایی هر کسی از مسئولین ما در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به واسطه اینکه سنگر انقلاب اسلامی است و گلدان انقلاب اسلامی است، فطرت را کنار گذاشت، دنبال نفس رفت، قطع به یقین یک روز جلوی انقلاب اسلامی خواهد ایستاد. این فرضیه بنده است. کما اینکه وایستادن، اونی که رفت سراغ پول جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که خونش رفت بالا شهر جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که غرق اشرافیت شد جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که زن و بچهش از خدا و پیغمبر و جهاد و حق مردم براش مهمتر شد جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونی که درگیر راند شد جلوی انقلاب اسلامی ایستاد، اونجا که آقازادگی شکل گرفت جلوی انقلاب اسلامی ایستادن، اونجا که سندروم یادگارها شکل گرفتن در جمهوری اسلامی جلوی انقلاب اسلامی ایستادن. گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چاز. چه اهمیتی داره؟ خودت چی کاره ای؟ علامه مجلسی چون باباش، چون ربطی داره؟ چون خودش. به نام پسر نوح هم دیدیم، جعفر کذاب هم دیدیم، پسر امام صادق هم دیدیم، عبدالله افتح. امام صادق جلو کنار غریبه شروع میکرد معارف شیعی گفتن. عبدالله پسر خودش، مادرش هم قریشی بود، حسینی قریشی بود. عبدالله پسر خود امام صادق که میومد حضرت بحث و قطع میکرد. فکر کنم مثلا جو خدا استغفر الله مثلا میخواد پارتی بازی کنه، این خبران نیست. مثلا تو سلاله اهل بیتی، چه ژنتیکی، نگاه کنید جعفر رو نگاه کنید، خودت چی کاری؟ بعد یهویی یه نفر از اون دور یه پیرمردی بلند میشه میاد به نام سلمان، میشه من نال. از ما علم اولین و آخرین رو بهش دادیم، نمیدونم چه هازا و زبو، اصلا به خاطر او به نسلش و قومش برکت دادیم، اینو و قومشون کسی که اون کار آخر رو جمع میکنن. این که میفرماد که زبر الحدید خسته نمیشن، یعنی مسیر سخت است، یعنی مسیر خسته کننده هست. بدیه. و چرا خسته نمیشن؟ اینا دستگاه محاسباتیشون فرق داره. و عرض کردم، باز همینجا تأکید میکنم، اتفاقاتی در دنیا پیش هست. این الان نمیگم دیگه، درسته؟ چند ماه قبل بنده اینو دارم عرض میکنم، اتفاقاتی در دنیا پیش روست که آنچه که در کشور خودمون داره رخ میده و رخ داد تو این چند ماه گذشته شوخیه، فانتزیه. اینها رو مبتنی بر سنت‌های الهی عرض میکنم، مبتنی بر بررسی‌های تاریخی عرض میکنم، مبتنی بر مسائل سیاسی میگم، ژئوپلیتیک میگم، فرهنگی اجتماعی میگم. تو پروژه گپ، Great Anatoly Project، پروژه آناتولی بزرگ عظیم، اسرائیلی ها اومدن اردوغان و ترکیه رو انداختن جلو، کل آب منطقه رو مهندسی کردن، بیش از 100 تا آب بند روی دجله و فرات و
عرس و اینا رو زدن. نتیجه چی شد؟ خوبه. چرا این اتفاق افتاد؟ بدونید اینا کی زد براشون؟ شرکت اسرائیلی. 50 میلیارد متر مکعب آب میگیره سده. چی شد؟ آب دجله و فرات کاهش بده که کناره‌هاش خشک شد. باد زد این گرد و غبار رو آورد تو خوزستان. فکر کردی خدا اونجا میشینه همینجا نگاه میکنه وقتی ببینم بچه کوچیک داره سرفه میکنه و ناچاره؟ حالا همینا این حرفا رو بزنی خیلی جالبه. ما بگیم مرگ بر فلان جا، میگن آی کارماش اومد شما رو گرفت. خب الان کارمای کجا اومد اینا رو گرفته؟ آمریکایی‌ها رو گرفته، فرانسوی‌ها رو گرفته، اسرائیلی‌ها رو گرفته، اینا ها باشه. نمیشه که یه بوم و دو هوا. میبرم همونه اگه هست. کارما همون اول فاز بکمر بزنه خودمونه. بعضی میگن کارما دیگه چیه اینا؟ اونا میگن. رفیقم رفته گفت رفتم بنگاه خونه تحویل دادم، با این صاحب خونه بحثم شد. یه برگشت گفتش که گفت زور میگفت. من گفتم ببین من پولم میذارم تو آشغالی به تو نمیدم. گفت کارما جواب تو میده. گفتم منم میگم ابوالفضل بزنم یک کمر ببین زور کدومی که بیشتر. بیا بسن. یه زایه اسمش شدن این سیونیس پژوه فرانسوی اومده بود ایران، بعد خیلی آدم بزرگی بود، فوت شد خدا بیامرزه. ایشون وقتی اومد ایران سرپا سخنرانی کرد. گفتم بشینید شما، پیرمرد بود 80 سالش. گفت من در پیشگاه مردم ایران ایستاده سخنرانی میکنم، چون تنها کسایی که تو دنیا واقعا جلو ظلم وایستادن شماهایید، بقیه ادا حرف مفت. بعد این کسی بود که متوجه شد این اتاقهای گاز که میگن یهودی ها 6 میلیون یهودی کشته کلن از بیخ خالی بندیه. یه فرانسوی نه مسلمون بود نه ایرانی بود، موبوره شبیه خود اونا. چجوری بگم یعنی ها؟ یعنی فرانسوی. حالا دیوونه بلا همیشه میره میگه سرچ میکنه مثلا یه عکس بده کن از این ماهاش بور نباشه مثلا. بعد داشتیم میرفتیم توی ماشینه که این دوستا رو گفتیم رفقامون گفتیم تاکسی ماکسی نگیم زشته، این ماکسیما داشت، گفتیم ماشینه تو بیا میخوایم مهمون خارجی داریم. رفتیم هتل دنبالش، من خودم هم رفتم. بعد یه مترجم وزارت ارشاد بهمون داد به فرانسوی نشست، ایشون هم آوردیم تو رو هم داشتیم صحبت میکردیم. این نون بربره خریده گذاشتیم توی نایلونی، این پسره گذاشتیم وسط روی ترمز دستی هول. این پیرمرد بود داشت گفتش که این جلیقه نجاته از دوز زرد اینا. جلیقه نجات آخه کار تو فرانسه هم قانون کردن اونا که ماشینش رو رودخونه رد میشه باید جلیقه نجات داشته باشه. گفتیم بله آقا ما هم از این قانونا داریم. بعد میخندیدیم دیگه، حالا ما سه تا ما ایرانی‌ها داشتیم میخندیم. بعد یوهی برگشت گفتش که این شما چه جوری تصادف نمی‌کنید تو ایران؟ سوال شد براش. گفتم چرا؟ گو این رانه این ماشین رو دید الان اومد اینجوری بیرون؟ بله. گو اینم تو فرانسه بود خورده بودن با. این یوهی من گفتم، من گفتم بهش ترجمه کن. گفتم ما یه ابوالفز اینشورنس داریم، بیمه ابوالفز داریم، خب این کارهای خاصی انجام میده. بعد مترجمه شاکی شدم گفتش که آقا زایس. گفتم تو به تو چه، تو مترجم، تو مرده شوری، مرده رو بدادن بشور، چیکار داری کافر مسلمانش؟ خب بعد اینم ترجمه گفت آخه بیمه بعد از حادثه میاد جبران میکنه. من میگم چرا؟ گفتن بیمش انقدر خفنه جلو حادثه رو میگیره. خب تو برو سراغ کارما. بله، نه ما اعتقاد داریم هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی. خدا رو نگاه کن الان میگه اون سده 7-8 تا ترک برداشته، همون سده. من به زرس قاتم مردمی که با خدا ایستادند کسی جلوی اونها بیسته با خود خدا در افتاده. این که خدا کی و چجوری جبران میکنه به عقل جنم نمیرسه. کی فکرشو میکرد صدام 130 فروند هواپیما به ما تقدیم کن؟ هر چیزی ما شاید فکر میکردیم به این نه، حتی شاید آمریکا بیاد به ما هواپیما بده، نه اون چیزی که مستقیم داشتیم باش میجنگیدیم. شیمیایی زده به ما، هر کاری از دستش
بر اومده انجام داده. پس اینی که میگم انقلاب فطریه، هر جا کسی کار نفسانی انجام داد، علی خصوص تو مسئولین، یه روز جلوی میست، نون حرام برد، وای میسته جلوی مسئولین، و باکیتون نباشه از اینها، نگران نشید. آیه قرآن میگه که به ما یاد میده، میگه که تو این فتنه ها مؤمنین میگن این همون وعده خداست. ببین این تو دل اون آشوب امید در دلش، این همون وعده خداست. جریانهای جهانی رو وقتی من بررسی میکنم به سمتی داره پیش میره که به نفع ماست. توی روایت هم ما اشاراتی داریم، مثل هرج روم و هرج و مرج کشیده خواهد شد. روم یعنی قدیما مثلا گفتم اروپا، میگم گفتم اروپا، میگفتن صلیبی ها، ما الان میگیم غرب، متوجه؟ ولی رومی که ما درک ازش داشتیم تو جامعه اسلامی روم شرقی بوده ها، یعنی هم محدوده ترکیه و اینا. این که میگن نمیدونم مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون مال رومه، مال ایتالیا نه ها، یعنی همین ترکیه. حالا تحقیق ما انجام دادیم، جدای روزی دیگه وقت بشه سخنرانیش هم کردیم، بانو نرجس تونجا عرض کردیم، چرا صومعه ای که اونجا بودن، مادر ایشون، دایی ایشون، اینا اونجا دفنن هم حتی پیدا شده، مسجدی الان شده مسجد به اسم سنگکتر، آدم فرستادن رفت اونجا عکس گرفته. حالا جالب اون جداست، اونا درگیر خواهند شد، شک نکنید، شروع شده درگیریشون. ما از کشتار، از هرج و مرج اینا خوشمون نمیادا، اونطور ما کاری نداشتیم، خودشون این کار کردن. ما که بلند نشدیم بریم خلیج مکزیک، ما که بلند نشدیم بریم خلیج خوکا، اونا ما در خلیج فارس، ما داشتیم نون ماست خودمونو میخوردیم، اونا بلند شدن اومدن سر سفره ما نشستن. معلومه ما پا سفره امیرالمومنین حیدر کرار بزرگ شدیم، اجازه نمیدیم دست غیر بیاد تو سفرمون، به کسی تعدی نمیکنیم، اما دستم که به سمتم داره باشه قلم میکنیم که مایه عبرت بشه برای هفت جد آبادشون. اما چه خواهد شد؟ غربال در درون ادامه پیدا میکنه، هر آن که مقابل فطرت، اخلاق و حق این مردم بایستد، تو این سانتریفیوژی که داره میچرخه، تو این گریز از مرکز، از این دایره بیرون پرت خواهد شد. هر کاری هم بکنیم به زور بخوام نگاش داریم نمیتونیم، پرت میشه، بدونید اون پرت شدنیه، دندونی که افتاده با چسب دوقلو اون چیزا نمیشه نگاش داشت، به درد نمیخوره، تموم شده رفته. در بیرون درگیری های جهانی بیشتر خواهد شد، بلوک شرق و بلوک غرب بیشتر به جان هم خواهند افتاد، در خود غرب اختلافات بسیار جدی پدید خواهد آمد، شورش های بین خود اینها در شهرهای خود غربی بیشتر خواهد شد، جنگ و درگیری بین اینها بیشتر خواهد شد. حالا اینا پیش بینی، ممکنه یکیش نشه یکیش بشه، اما روند اینه. روسیه در اوکراین کوتاه بیاد، یعنی تمام، یعنی حضور ناتو، ناتو کوتاه بیاد یعنی پایان اروپا. برنامه ریزیشون اینه که در قفقاز حضور فیزیکی پیدا بکنن، برای اینکه در منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان بتونن حضور فیزیکی پیدا بکنن نیاز به یه سناریو قصه داشتن که چند وقت پیش اتفاق افتاد. برنامه ریزی چی بود؟ اسرائیل، انگلیس، اسرائیل، انگلیس، ترکیه، این سه تا علل خصوص، حتی آمریکا تو این مسئله انقدر دخالت نشد که انگلیس و اسرائیل داشت که بیان درگیری بین جمهور آذربایجان ایران زیاد کنن، تشدید کنن. رفتار عجیب غریبه، مثلا رفته سوره فتح میخونه کنار رود ارس. در روایت هم داریم نارون من آذربایجان، نمیفرماد فی آذربایجان، من، اینجا شروع میشه قصه ای. روایات که اینا رو به ما میگه یعنی چی؟ توجه، مثلا روایت
فی بورکینافاسو نداریم. میخواد بگه تو منابعت محدود، آدمات محدود، وقت خود علکی تلف نکن. شام تاکید داریم اونجا باش، حضور داشته باش، زیر نظرت باشه، زیر ذره‌بینت باشه. شام سفیانی هم اونجا میخواد بره. آقا یمن اینا مهمه، عراق مهمه، آذربایجان مهمه. معصوم داره با ما آموزش میده، ما رو توجهمون رو جلب میکنه که اون جغرافیا رو حواست باشه بهش. حتما دشمن هم حواسش اونجا هست. اما مدلی که ما پیاده کردیم جواب گرفتیم. خب تو عراق جواب گرفتیم، تو سوریه جواب گرفتیم، تو یمن جواب گرفتیم، چرا همین مدل تو آذربایجان پیاده نکنیم؟ اونا انقدر ور خواهند رفت، این کاری که اوکراین با روسیه کرد، که ما رو وارد جنگ با جمهوری آذربایجان کنه، این بشه اوکراین ما و ناتو بتونه اونجا حضور پیدا بکنه و الالعبد ما رو با اروپا کات کنن. از این سمت، از اون طرف اومدن چی؟ جنوب غرب روسیه رو هم گرفتن، اون اینو میخوان. ترکیه پهباداشو بده و نمیدونم چه و چه و چه، یا این زلزله این وسط زد بیرون. آقا جمع کنید، جمع کنید، به چپ چپ و ول کنید، به راست راست، این وری همه مثلا. یعنی خدا مدلش اینجوریه، یعنی یه کاری میکنه 25 تا نشون میزنه قربونش برم. بعضیش مثلا ما نمیفهمیم هیچ وقت، حکمتمون اینقدر قد نمیده. اراده الهی بر این قرار گرفته است که این شیعه خانه امام زمان عجل الله در آخر الزمان جزیره ثبات و نجات دهندگی برای خودش و تمام ستم دیدگان جهان باشد. اراده الهی بر ما هم انشاءالله شایسته این باشیم که در این نظام سبب و اسباب خدا از ما به این عنوان استفاده کن. این انقلاب اینه، شأنش اینه. و درگیری چه چیزهایش کردن. دو بعدم فراموش نکنیم در مقابل مشکلات که در کشور داریم. یک، هیچ مملکتی انقدر تاکنون تحت دشمنی نبوده است. هیچی. روسیه رو نگم یه ساله. این چه بابایی ازش در آوردن؟ یک ساله. دو، نقش نفوذی ها رو هم فراموش نکن. بنده خدا که اعدامش کردن دیدید دیگه، سه تا جای مهر داشت، اول دوم سوم طلا نقره برنز، اینجوری بود. برادر شهید 70 ما منطقه. آقا شما نمیدونید میخواستن اعدام کنن چه کسایی داشتن واسطه میشدن. مختون سوت میکشه. بعد انگلیس هیچ داد و بیداد میکرد، جلز و بلزی میکرد. میدونید چرا؟ چیزی بهتون بگم، انشالله این دروغ باشه، که جاسوس اس انگلیس توی مملکت ما به جرم جاسوسی اعدام نمیشه. وا. همین بنده خدا هم زدن افساد فی الارض. چرا؟ میگه آقا 10 سال تهش رفتی تو، سر 2 سال میگه مبادلت میکنه. یعنی چی؟ یه پالس میفرسته با این مبادله که جاسوس ها میشه. مثلا اخیراً سر همین ماجرا بهم حمله صورت گرفت دیگه، همینو گفتم. به این فکر مثلا من کوتاه میام 10 برابر میگم، شما 20 برابر حمله کن، من 200 برابر میگم. اصلا پینگ پونگم، عاشق پینگ پونگم. بله، مبادله رو جمع کنیم، مبادله جاسوس، جاسوسو بفرستیدش سینه قبرستون تا درس عبرت بشه برای تا اینو اعدام کردیم. خب یکی مسئول جمهوری اسلامی بود اعدامش کردیم. شما این نمیگفتیم همتون آویزون میکنیم؟ خب یکیش خودمون آویزون کردیم. ناراحتی در کجاست؟ تازه رد مهرم داشت. چی؟ چرا اینجا یه نبه ادام میشید؟ از اون همه رو میخواه آویزون کنید در سیربرخ، بعد از اون نبه ادام؟ نه، چون یه پالس بود، جاسوساشون رفتن رو ویبره، گفتن بابا شما که میگفتید اعدام نمیشیم، تهش میریم 2 سال زندان میایم بیرون. حاجی مکه؟ حاجی لندن؟ این چیه با؟
برای همین دیدی وزیر امور خارجه، نخست وزیر انگلیس، بیانیه شما فریبکاری قضایی کردید. فریبکاری قضایی یعنی چی؟ یعنی قرار نبود این اعدام بشه. نه گذشت اون دوره ای که بعضیا بودن تو مسند قدرت بودن. آقا ما کمتر مملکتی داریم به والله به امیرالمومنین کمتر مملکت برانداز حاکم بشه، مسئولیت بگیره، 8 سال بگذره اتفاق نیفته، خود برانداز بیاد اینجا حاکم. نداریم به قرآن اصلا قفله. یعنی شما هر دانشگاه علوم سیاسی برو تدریس کن اینا رو، میگن نه شوخی نکن آقا. خب باشه خندیدیم تموم شد، بعدش چی؟ ثم موضوع خب که چی؟ نداریم، قفله. الان چرا اینجوری قاطی کردن انگلیسی ها؟ برای اینکه یه سری کسایی که اینجا بودن و نظر داشتن سال برن انگلیس یه بار دو بار برن بیان، آره طواف ملکه برن بیان، آره اونا از قدرت کنار رفتن. حالا نمیگن دیگه که برای ما نمیجوشه. سه اینه و انقدر فشار میارن که شما پیچاتی خورده با شل کنی و دوره بیان بالا. وقتی برای یه خبرنگار زن وزیر امور خارجش انگلیس میفرسته، شما از اون مستحضرید وزیر امور خارجه در انگلیس رئیس سرویس امنیتی هم هست، یعنی MI6 زیر نظر وزارت خارجه داره میشه، یعنی رئیس سرویس انگار اومده بلند میشه برای نازنین زاغری میاد اینجا، چه پالسی میخواد بفرسته؟ بگه ببین ولی یه زن خبرنگارم باشی ما پشتتیم. این اعدام نشون داد که نه دوره این چیزا گذشته. گفتم آقا از این مدید جاسوس گرفتید؟ جاسوسی؟ یا ببرید همونجا نزدیکی اون به خودمون ورتر از خیابون سفارت اون بغل مقلا اعدامش کنید. همون روزم گفتم پیشنهاد دادیم، گفتم بعد دو اینا علنی اعدام کنید. چجوری این یارو مثلا میگید قتل انجام داده تو همون محله، تو همین آشوبا و اختشاشات و این شلوغی ها همونجا اعدامش میکنید، اینم هم همونجا مثلا تو وزارت دفاع بوده، تو وزارت دفاع شورای امنیت ملی بوده جلوی در شورای امنیت ملی و همه برن رو ویبره عشنگ. بله بعدش هم مثلا اون خیابون اونجا هم اسمش هم مثلا یه مجسمه رئیس علی دلواری بذارید، یه خرجی نداره، پیامشو میده به اون دشمن. هر چه آدم شرایط دنیا رو نگاه میکنه هیچ کس دنبال توقیت نیست، هیچ کس نمیخواد به زور چیزی رو تطبیق بده، اما خب آدم نمیتونه جلوی حسایی که داره رو میره که نمیتونیم بگیم آقا الان نمیدونم اصلا توی این قرن ولش کن رو خدا، اگر الان اون موقع هاست نمیدونیم یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، چه میدونیم 100 سال دیگه، هرچی ما رو در امان بدار خدا، نشه ما توی این آخرین لحظات از این چرخ بیفتیم بیرون. این خیلی دردناکه، این که مومن تو آخر زمان دعای غریق باید بخونه دائم، ای ثبت قلبی ثبت قلبی ثبت قلبی علا دینک، حفظ کن رو دینم. یا صبح مومن میره بیرون شب بر میگرده. ما دیدیم تو همین چند ماه گذشته آدم هایی استوریایی گذاشتن که آدم شاخ در می آورد. خدا شاد آقا مطمئنی فلانیه؟ آقا بله خودشه. یعنی سرعت این اتفاقات، این برهمکنش ها زیاد شده. روز به روز بیشتر شده. ظلم داره جولان میده. اهل بیت دارن بیشتر میدرخشن. 6-7 سال پیش اربعین کجا بود؟ ببینی هر دوتا. این بعد داعش ببین ته کثافت و نجاست دین بدون اهل بیت میزنه بیرون. ببینید این طرفم اخلاق حسینی علوی هم میزنه بیرون. تا
توامان اینا با هم. خدا چی میخواد اثبات کنه؟ خدا داره حجت تمام میکنه. خدا تا حجت تمام نکنه که حضرت حجت ظهور نمیفرمان که. محکم باشید، نترسید، با اطمینان خاطر. ما کارمون انجام خواهیم داد، اینو بدونید. اینایی که این کارا رو میکنن کار ما رو خود سخت‌تر میکنن. همین اینایی که این کارا رو میکنن کارو چی؟ کار ما رو سخت‌تر میکنن. و اینا انشالله با امید خدا، با امید خدا، با امید خدا، به یاری امام زمان جلال، این پرچم برسه به دستان مبارک حضرت ولی عصر جلال. ما امید داریم به وعده های الهی. ما اگر ایستادیم به امید خدا بوده، نه خلقش. به کی امید داریم؟ هیچ کس. فقط خدا، فقط خدا. عرض کردم جنگ های در پیش است، قحطی ها در پیش است، قحطی قضایی در دنیا. اینا رو اصلا شما روایت رو بذار کنار. آقا سنه جوع داریم، سال گرسنگی داریم، نمیدونم چی، اینا بذار کنار، بذار کنار. همین دنیا، آقا روسیه و اوکراین که الان با هم درگیرن، دو تا از بزرگترین تولید کننده غذای دنیا، اینا چی داری میبینی که؟ آقا روسیه که بزرگترین تولید کننده انرژی دنیا، آقا دارید میبینید که؟ باید کمربندها رو بست، پاشنه ها رو کشید، محکم پیش رفت. و همه ای من و شما موظفیم، نکته آخر، که در این جهاد بزرگ که امروز جهاد ادراکی شناختی دیگه، جنگ قلب هاست، تمام کاری که میتونستن اقتصادی و نظامی انجام بدن و انجام دادن، بیشتر از این که کار دیگه میگن چی کیو تحریم کنیم؟ آمن سادات ذبیح پور، این خبرنگار بنده خدا رو تحریم کنیم، علی رضوانی تحریمش کنیم. ببین دیگه به اینجا رسیده دیگه. خب بعد این جنگ اینجاست، قلب و مغز. اینجا وظیفه من و شما چی که تبیین کنه. بعد یاد بگیر از خانواده خودت غافل نشه، دوستات غافل نشه، یه گروه بزن. آقا تولید محتوا بلد نیستی، توزیع محتوا که بلدی، دعوا بلد نیستی، کد که میتونی نگه داری. ها هر کسی یه وظیفه داره، خدا بر کسی استعدادی داده. فلان شبهه میشه، بگرد پیدا کن، زحمت گشتن رو به اونا نده، نمیرن نمیگردن. بدون بکش اینا رو، بیار بالا با خودت، اینا رو آدمای دونه درشت کن که از این قربال سقوط نکنن. پیامبر فرموش شیبت نی صورت، این سوره هود منو پیرم کرد. چرا عرضه داشتن؟ فرمود فاستقم کما امرت، این آیه، پس استقامت کن همون که به تو امر شده است. خب این که پیغمبره دیگه، او استقامت نکنه من استقامت کنم؟ نه، اینش مشکل نیست، او استقامت میکنه، اولو لازمه. و من تاب معک، کسایی که با تو هم هستن اونا باید استقامت کنن. خدای من اینو چی کارش کنم؟ به زور درب چوب و چما و با چی؟ این کار سخت است. خود میتونی استقامت کنی، دست این دور بر یارم باید بگیری. با خودت بگو مثلا بعد دست یه نفر رو بگیرم، وقت بذارم، با روی خوش مهربونی فوش بدات شما بخنده. تو همه ایام هم میزم، اما بعض از این اقوام یک پیام های عجیب قریبی، استوری های عجیب قریبی گذاشتن. میرفتم تو دایرکتشون، یه خاطره مشترک رو زنده میکردم، یه چیز محبت آمیز میگفتم. آقا یه فرصتی بیش میاد، یه عروسیه، یه عزاییه، میریسید بگید، بخندید، مهربون باشید با اینا. هر کدوم همین اینجا چند تا آدم نشسته، ببین یعنی اینجا چند تا خانواده و گروه فامیلی نشسته، هزاران نفر. هر کسی گروه 10 نفر 20 نفر رو جمع کنه، پیام برشون بفرسته، پیامی که متناسب با نه، بعضی موقع میخوان مثلا کار فرهنگی کنن، فاتحه چیزی میخونن، هرس یارو بیشتر در میارن. نه از اونا نه، کار فنی قشنگ بلد نیستون، کسی که بلده تجربیاتتون رو با هم دیگه شیر کنید، به اشتراک بگذارید. جهاد تبیین برای همه ماست، نه فقط اون سخنرانا به جهاد تبیین کن. همه به پیامبرش فرمود اول ونذر عشیرتک الاقربین، همین دور و بریات و نزدیکانت رو شروع کن، بعد همشهریات، بعد اون مدینه دورن دیگه.
خدا برکتشو میرسه. خب خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. انشالله که هممون عاقبت به خیر بشیم. انشالله این پرچم به دستان مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف برسه به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.